اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و گرامی، تسلیت این ایام محضر شما بزرگواران. ما دیروز قدری راجع به جامعه در واقع عربستان اون موقع صحبت کردیم و گفتیم که کلن ما باید یک نگاه دیگه داشته باشیم تا بتونیم تاریخ رو درست بفهمیم، تا بفهمیم تو چه جامعه پیامبر از دخترش داشته تعریف میکرده، حالا نه از دختر خودش، از حضرت زهرا سلام الله علیها داشته تعریف میکرده. جامعه عجیب غریب که زن صرفا یک کالاست و بیشتر از این نباید دونی، یک کالای جنسیه. 70-80% ازدواج صرفاً دیدگاه جنسی است. یه 20% هم میمونه اون وسط، اونم برای تامین امنیت بوده، برقرار دادهای اجتماعی بوده. معمولا دوست داشتن دختر رو به یه قبیله دیگه بدن که اون دوتا قبیله به هم چی بشن، نزدیک بشن. مثل الان که برخی از کشورها با هم داد و ستد انجام میدن که منافع اقتصادی بین هم به وجود بیارن، که یه روز با هم دیگه نجنگن، یک روزی از هم دفاع کنن، بگن آقا تو هم تو این کارخونه ما سهامداری، یا از امنیت این کشور دفاع کن. الان هم سیاست دولت تو بحث امنیت همین شکله، یعنی میگه با پیوند زدن اقتصادم به اقتصاد جهانی ما حفظ میشیم، که البته من به این انتقاد دارم و معتقدم اینطور نمیشه، کما اینکه پژو و رنو اثبات کردن تو دوره تحریما با اینکه سهیم بودن در اقتصاد ما، خیلی راحت اقتصادو ول کردن و لگد زدن و بهش رفتن. حالا بگذاریم، میخوای همچین نگاهی، زن یه همچین کار کرده داشته، مثلا در تاریخ ثبت شده مثلا یکی از عربو 300 تا زن داشت. اینه که مثلا یه نفر 10 تا گوشی موبایل داره، یه نفر از کلکسیونره، گوشی بازه، 300 تا گوشی داره، اینه همینه. یا همچین نگاهی، یعنی اسلام اومد اصلا محدود کرد، اسلام اومد اینا رو منضبطشون کرد، گفت 4 تا بیشتر نمیتونی. حالا اهل بیت تو این جامعه دارن آروم آروم تغییر میدن. بهتون بگم تغییر ناگهانی رو به هیچ وجه بر نمیتابیدن، قویاً جلوش میستادن، مخصوصا اون چیزی که باش دمخور شده بودن، محکم میستادن. تو این شرایط، تو این جامعه ای که همه چی مردانه است، شما بیای تمام زار و زندگی و رسالت تو، همه چی تو بچینی و قرار بدی تو یک پلنی که یک زن معرف اون پلنه، یا بگه اون پلن معرف یک زنه، اصلا اینو نمیفهمیدن. پیامبر این کارا رو میکنه، گفتن قرتی بازی چی در میاره. امروزیشو بخوام بگم، عذر میخوام این لفظ استفاده کنم، همین این کارا چی میکنه، خیلی عجیب. تا جایی که سوال میشد براشون، پیامبر فرمود انما انا بشر مثلکم، من یه بشری هم مثل شما، اتزوج فیکم و ازوجکم، گفت هم ازتون زن گرفتم هم بهتون زن دادم. دو تا ربیبه داشته، رقیه و زینب، خونه پیامبر بزرگ شدن، خواهرای دختر خواهر خدیجه بودن، دختر حاله بودن، اینا رو بزرگ کرد، اینا مثلا به ازدواج اینا در آورد، دو تا به ازدواج عثمان در میره. من شما تا الان دختر گرفتم بتونم دختر دادم، اما الا فاطمه، این داستانش فرق میکن، همه معترفن. فان تزویجها نزل من السما، اینه که اصلا با این قواعد اینجوری، اینه این که بلا تشبیه، بلا تشبیه، من عذر میخوام برای که حل بشه، ما یه قرارداد اجتماعی که تو اون جامعه چطور بوده، عادی بوده، یا بگیم این یک قرارداد کاملا متفاوته، این یکی خدا قرارداد مینویسه. یعنی چی آقا خدا قرارداد مینویسه؟ اینا اینطور بودن، چون اونا درک از این نداشتن. من میتونم بگم اصلا بنابر این بود که حضرت زهرا شأن و شخصیتش بولد باشه، تو چش بیاد و درست تعریف بشه، نه که بولد بشه، نه هست، درست دریابن اینا تا جایی که ممکنه، بعد این حضرت زهرا بیاد پشت امیرالمومنین تا تمام حجت ها تمام بشه، اصلا استدلال. فلذا بنده معتقدم اگه حضرت زهرا نمی بوده، یک دونه شیعه رو کره زمین نداشت، یک دونه. یعنی بعد اثبات میکردیم که اصلا علی ابن ابی طالبی زندگی میکرده اون ایام، اینجوری می تمام مسائل رو حل کردن. همه شما بگم برای تمام مسائل داستان سازی کردن، تنها چیزی که نمیتونه حل کنه فاطمی است. یه من کارم مناظره است دیگه با اینا، کارم سر کله زدن با ایناست.
اینها اومدن نشستن اصلا کتابا رو نشستن بررسی کردن. شما بگه بخاری نویسنده همین بحث در واقع کتاب صحیح بخاری میگه من هر روایتی خواستم بنویسم قصد کردم، وضو گرفتم، استخاره کردم و یه روایت 6000 تا روایت گرفت آورده. یعنی چی؟ یعنی 6000 رو قصد گرفت کرده دارم. بعد من میگم بله همون خدا. خیلی از روایات صحیح و اصلا نیومد. به خاطر این بعدها یک نفری به اسم حاکم نیشابوری به کسی میگفتن حاکم که 80000 تا 100000 تا روایت حفظ باشه. در حدیث بود 80000 تا روایت حفظ باشه. میفهمی یعنی چی؟ ولی بیان بکشنتون 40 تا روایت حفظ نیستید. 80000 تا روایت حفظ باشه بهش میگن حاکم. حاکم نیشابوری اومد یه کتاب نوشت مستدرکون علی صحیحین که دو تا کتاب دارن اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم. این یه کتاب نوشت مستدرکون علی صحیحین یعنی بر مبنای دانش حدیثی و رجالی بخاری و مسلم نیشابوری این روایت هم باید می آورد. من نمیدونم چرا نیورده. هاذا صحیحون علی شرط شیخین. ای نوشته زیره جلد 3 هم اهل بیت دیگه میگه این حدیث صحیحه بر مبنای شرط همین آقایین ولم یخرجوا اما نیوردش. فلزو وقتی شما یه چیزی از مستدرک نقل میکنی هیچ وقت انگار داره چی نقل میکنی؟ صحیح بخاری. شما رو همون مبناس رو همون دانشه این شکلی اومدن. اما این ماجرا کاملا متفاوت میکنه. هیچ کس نمیتونه با حضرت زهرا سلام الله علیها رابطه محرمی داشته باشه، هیچ کس، جز این که پدرشه. حالا اون عموها اینا رو کاری ندارم، اون کسی که نزدیکن رسول الله. یعنی کیا ولایت دارن بر حضرت زهرا؟ پدر ولایت داره یا نداره؟ پیامبره. کسی دیگه ای که ولایت داره کیه؟ امیرالمومنین، همسرش. یعنی بسیار شخصیت ویژه و عجیبی است و ما روایتایی داریم که نشون میده که اطاعت از حضرت زهرا واجب شرعی بوده برای همه، حتی امیرالمومنین. ما روایت داریم هیچ کارش هم نمیشه کرد. پیامبر به امیرالمومنین میفرماد هر چی فاطمه بهت امر میکنه باید انجام بدی، چون امر او امر خداست. خیلی عجیبه، یعنی به واسطه جبرئیل داره امر میکنه. خب من حق دارم بگم نمیدونم این شأن چیه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی شو خیلی آدم عجیبی بود دیگه، به خاطر این کار سختی که انجام داد این کتب خطی رو جمع کرد. پول نداشت، عوضش روزه میگرفت نماز میخوند. یه عزیزی که مدتی مکبر ایشون بوده بر من تعریف میکرد، میگفت من شب کنارش میخوابیدم تا صبح دیوونه میشدم. هی میگو الله اکبر، من فهم کردم نماز صبح. میگو بولم شب وضو میگفتم پشت سرش با میستم میدم ای بابا این 2 ساعت مونده به اذان نمیشده. میگو همینطور نماز غذا میخوند، نماز غذا میخوند، روزه میگرفت، روزه میگرفت که چی این کتبی که داره از بین میره رو جمع بکنه. اصلا هست اول کتاب شما برید قم، حتما یکی از جای دیدنی که باید رفتید کتاب خونه ایشون که دست پسرشونه. این نسب سادات هم اونجا میرید پیدا میکنید، میزنید تو کامپیوتر قشنگ بهتون میگه که شما الان پسر عماتون تو کدوم شهر تو کدوم کشور کجا دارن زندگی میکنن. فرشن کامپیوتری کردن، خیلی جالب. مثلا اول کتابه نوشته این کتاب رو بر معادل 3 ماه و 20 روز روزه نمیدونم چقدر، مثلا خیلی عجیب، مثلا نسخ و خطیه خطی رو جمع کرد. به خاطر میشه خیلی مورد عنایت بوده، یعنی چندی مرتبه به دیدار امام زمان عجل الله نائل شده، اینطور که از کتب خودش از حواشی حالا ایشون مثلا نقل میکرده دیگه در سرد مقدس، مثلا آقا خدمت آقا میرسه مثلا گفته اینا رو، حتی برخی در ایام حیاتش گفت. حالا یکی سیره خاصی داشته ایشون دیگه، خیلی هم شوخ بودن ایشون. خیلی از شوخی‌ها که ایشون می‌کردن ما نمیتونیم عمومی بگیم، ببین سطح شوخی‌ها تا چقدر بود. ایشون میگن که من یک شبی امیرالمومنین رو در خواب دیدم، یا در مکاشفه نگفت، حالا من میگم خواب. میگه گفتم که آقا ما سیدیم، ما بچه سیدیم، بچه‌های شماییم، ما دوست داریم بدونیم قبر مادرمون کجاست. قولم میدم به کسی نگم. خب به من بگو دیگه. میگه تو خواب. میگه هر چی منت کشتم امیرالمومنین قبول کرد. گفت فاطمه به من امر کرده این باید مخفی باشه. میگه چی؟ امر و وصیت از زهرا چیه؟ مطاعه. یعنی باید گوش کنی، مورد اطاعت. یه همچین جایگاه شما. میگه هر دفعه پیامبر حضرت زهرا و امیرالمومنین رو میدید میفرمود مرحبا به بحرین یلتقیان، خوش آمد میگم به این دوتا دریای به هم رسیده. مرج البحرین یلتقیان
مراد امیرالمومنین که بعدش منجر چی میشه؟ میگه از آنها لؤلؤ و مرجان میاد، امام حسن و امام حسین. اینا تعویل این آیات. تو کتاب ینابیع المودّة مال قندوزی حنفی، این از علمای حنفی اهل سنت، میگه پیامبر فرمود لو اگر خدا میدونست، حالا من تعالی ان فی الارض عبادا، در روی زمین بندگانی اکرم، بزرگوارتر، کریمتر، من علی، از علی، فاطمه و الحسن و الحسین، اگر از این چهار تا بندگانی بهتر هم وجود می داشت، لعمرنی ان اباهل بهم، به من دستور میداد که من مباهله رو با اونها انجام بدم. یعنی مباهله با بهترین بندگان خدا روی زمین انجام شد. و اون بهترین بندگان خدا چی بود؟ کیا بودن؟ پیامبر و چهار بزرگوار دیگه، پنج تن. اول جالب از امیرالمومنین پرسیدن که میخوام بگم این از زهرا چه جایگاهی داره. از امیرالمومنین پرسیدن که شما به چیت مینازی؟ خیلی پیامبر به تو صفات خاصی رو به شما موصوف کرده، به صفات خاصی شما رو. ایشون در پاسخ خیلی جالبه، من مثلا میگفتم خب الان میگه من پدر امام حسن امام حسین، نمیگه حضرت. اول میفهمه این که من نفس رسول الله هم. توی این توی سوره آیه مباهله چی میگه؟ بگو ما زنامون رو میاریم، شما هم زناتون رو بیارید، ما پسرامون رو میاریم، شما هم پسراتون، ما خودمون رو میاریم، نفسمون رو میاریم، شما هم نفستون بیارید. درست شد؟ گفت زنانمون رو میاریم، کیو برد؟ حضرت زهرا، یعنی بین زنان ایشون. پسرامون ابنان رو کیو برد؟ امام حسن و حسین. بعد اینجا و نه انفسنا، خب خودش که اومده، اما کنارش امیرالمومنین داره میاره. یعنی امیرالمومنین چیه؟ نفس پیغمبر، یعنی خود پیغمبره. امیرالمومنین میفرماد یکی اینه، دومیش چی پرسن؟ گفت این که شوهر فاطمه. پس میفهمه اصلا این ازدواج ازدواج عادی نیست. نمیفرماد این که پدر حسنینم، میفرماد این که شوهر فاطمه. خود خلیفه دوم میگه که بارها نقل کرده خود اونها، میگه که سه تا چیز علی داشت که من حاضر بودم تمام دنیا رو بدم اینا رو به دست بیارم. یعنی خیلی مهم بوده. وقتی میپرسم میگه همین یکیش که تونست با فاطمه ازدواج کنه، تمام اینها خواستگاری اومدن، تمام اینها. پیامبر میفرماد این یکی دست من نیستش، امر امر الهیه. اینقدر میگفتن که مجبور شد پیامبر اینطور بفرمایه که من هم به شما دختر دادم، هم شما دختر گرفتم، اما الا فاطمه. یکی بحثش جداست. روایت داریم وقتی حضرت زهرا به سمت بهش راه میفتن، اونور تو محشر، شیعه هاشون پشت سرش راه میفتن، تمام مردم محشر، یهودی ها، مسیحی ها، اهل سنت، بالا، پایین، همه انسان هایی که مشهور شدن، میگن فعند ذالک تود الخلاق، میگه کل خلاقه در اون لحظه میگن انهم کانوا فاطمین، ای کاش ما هم چی بودیم؟ فاطمی بودیم. یعنی اونجا صدایی که در محشر بلند میشه اصلا شفاعت میره، بعد از زهرا شروع میشه دیگه. شفاعت با پیامبر شروع نمیشه، با امیرالمومنین شروع نمیشه، با امام حسین شروع نمیشه، با حضرت ابراهیم، حضرت نوح، پیامبران اولوالعزم شروع نمیشه، شفاعت با حضرت زهرا شروع میشه. خب این جایگاه ویژه نیست. که حالا دو تا بحث مطرح کردن که برای شفاعت، یکی میگن پیرهن خونین ابا عبدالله رو بر روی سر میگذاره، یکی هم میگن دستای بریده حضرت عباس رو میره. بعد به این فکر کرد چرا این دست ها، چرا دست های عباس، بعد فکر کرد چه کرده. وقتی یه نفر معتقد به مکتبشه، میشینه روی این روایت ها فکر میکنه، دو روایت سندش درست باشه، با قرآن جور باشه اینا. میگه هر موقع حضرت زهرا رو میدید پیامبر، من نمیگم ها، اهل سنت، بلند میشد میرفت سمتش، قبل یده ها، دستش رو میبوسید. شما فکر کنید پیامبر به حالتی شبیه رکوع میرفت، دست رو میگرفت میبوسید. و اجلسها فی مجلسه، و میآورد مینشون سر جای خودش. چرا؟ میخواد به این جماعت چی بفهمونه؟ بعد من نگاه کنید ببینید فاطمه فانوس دریاییه، ببینید چراغ هدایت فاطمه است، ببینید فاطمه کیو تایید میکنه، کیو رد میکنه. مینشون سر جای خودش.
آلوسی وهابی دادش در اومده اینجا، میگه آخه یعنی چی این که رابطه دختر پدری خواه یه بار دو بار سه بار تو دست یکی ببوسی، این همه تکرار برای چی آخه؟ این همه ببین سوالی که کرده سوال قشنگی ها، یعنی بعضی از ما خیلی ساده میگذریم از یه چیزی، خوب دقت نمیکنیم توش، برای چی این کار میکرد؟ آیه قرآن اینجوری میخونی، خب برای چی این رو؟ بعد چرا اینطور؟ من خودم مثلا شاید بگم مثلا چه میدونم یه سوره یاسین بخوام بخونم شاید 3 ساعت 4 ساعت طول بکشه، بار هم خوندم و هر دفعه باز من اینکه حالا توی نماز زیارت یه جایی بخوام بخونم نه، هم بخوام به همه چیش فکر میکنم برای چی؟ چرا این طوری؟ چرا این لفظ استفاده شد؟ چرا اون لفظ؟ بعد کمکت میکنه خدا، یعنی خود قرآن کمکت میکنه، بعد دقت کرد تدبر کرد، یعنی سوال خوبی پرسید. من موندم اینا خوب فکر میکردن اما خوب تعقل نمیکردن، تفکر با تعقل فرق داره، خوب فسفور میسوزوندن. تعقل اون نورانیت و اون بالاست، اون حقیقتی که باید برای رسیدن بهش از خیلی چیزا بگذری، از نژاد، از رنگ پوست، از خیلی از قیوداتی که این دنیا دست و بال ما رو بسته. شما میدونه دیگه تمایلات ما به مرور زمان تبدیل میشه به چی؟ به فکت های عقلانی زندگی ما. یعنی افراد جوری فکت میارن که دوست دارن، یعنی میگردن تو استدلال هاشون حرفایی رو میزنن که مطابق چیه؟ میلشونه. دقیقا مثلا شما نگاه کنید، حالا مثال سیاسی براتون بزنم، برید نگاه کنید مرحوم منتظری، ایشون اون زمانی که مسئول در مورد این که انقلاب اسلامی باید یک عده رو اعدام کنه که اینا محاربن اسلحه دست گرفتن، مثالی که میزنه، مثال چی رو میزنه؟ که امیرالمومنین تو نهروان چیکار کرد؟ اینا رو قتل عام کرد، از اینا جز 10 تای زنده نموند. اما بعدها که به دلایل مسائل سیاسی و ماجرای نامه‌نگاری که بین ایشون و امام اتفاق میفته، امام میذاردش کنار، میره تو قم، میره تو نجف آباد، یهو این مثالاش تغییر میکنه، میگه چی؟ پیامبر وقتی وارد مکه شد منافقا رو بخشید خیلیاشونو. این چقدر جالب. اون موقع برای کشتن فکت عقلانی استدلال میاره، این موقع برای چی؟ برای نکشتن. بالاخره کدام یک؟ من میگم هر دو. بدونی تو چه شرایطی؟ یعنی اون آدما تمایلاتشون، یعنی شما با این پیش‌ورز شروع میکنی مطالعه و پژوهش که من بیام اینو اثبات کنم، اتون هیچی داره میاد. با پیشنگاره داره شما رفتی سراغ پژوهش. فلذا تمایلات تو میشه عقلانیتت. و این عقل نیست. عقل محفوظه، عقل اون بالاست، عقل نوره. تو بس خودتو شبیه او کنی. نباید ببینیم ما. یعنی خود ایشون که به اعدام های سال 67 معترضه، صحبتش 3 سال پیش، یعنی قشنگ میشه بین خود ایشون و خودش مناظره گذاشت، یعنی صحبتش 3 سال پیش با چلو خودش. اینا خیلی عجیبه ها. خیلی از اینها داشتیم، جریان سیاسی در کشور ما که یه مدت کنار گذاشته شدن، یعنی مردم رأی ندادن، کنار که گذاشته شدن فاز اپوزیسیون گرفتن، وقتی فاز اپوزیسیون گرفتن یهو خیلی اپوزیسیون شدن، با بقیه اپوزیسیونی که اصلا اسلام هم قبول نداشته باشن همزاد پنداری کردن، وقتی به قدرت برگشتن حرفای غیر مسلمان‌ها رو می‌زدن. بابا تو دهه 60 کارت فونس کردن تو کله ملت بوده، الان وی او ای آخه این من کجا دلم بذارم؟ تو معروف به مرگ بر آمریکا بودی، تو هنرت اصلا افتخارت این بوده که رفتی سفارت آمریکا رو گرفتی، رو با افتخار میگفتن. چی شد یا این همه تغییر؟ به خاطر اینکه یک مدت چیه؟ کنار بودن. چون کنار بودن تمایلاتشون الان چی شده؟ میبینی؟ تمایلات عقلانیت ساز. خیلی عجیبه اینا. که عقلانیت نیست، من نمیدونم تمایلاته. اینم همین جوریه، میگه من نمیدونم مگه میشه یک نفر در مورد یک زن اینطوری؟ بابا این رابطه پدری و دختری، خب لامصب بقیش هم برس دیگه به نتیجه دیگه. اینجا ول میکنه نتیجه. به خاطر همین 4 تا نکته که تو تفسیرش آورده، تو کتابش آورده، تو عربستان به کتابشون برخورد قهری میشه. وگرنه یکی از انصافا از جونداراشونه، یعنی کسی که درست حسابی نشسته بحث کرده فلان به همون، یعنی میشه آدم ارزش داره مثلا بشینه پیگیریش کنه. اما چون در مورد حضرت زهرا یه خورده عرض ارادت کرده و اینها، سری گذاشتنش کنار.
شما فقط باید اونجوری فکر. ما داریم میگم اصلا از نظر خیلی آزادی تو مملکت خودمون هم هستن، اینا که دارم بهتون میگم کره ماه نیستن. خب دموکراسی یعنی اینکه شما شبیه اونا فکر کنید، آزادی یعنی فقط حق داری شبیه اونا فکر کنید، فقط کافی ذره شبیه اونا فکر نکنید پوستتون رو میکنن. بلندگوهایی دارن، رسانه‌ای دارن که تیکه تیکه‌تون میکنن، آبرو براتون نمیذارن، یه کاری میکنن تو خیابون نتونی راه بری. فقط آزادی، حقوق بشر یعنی که حق داری شبیه اون فکر کنی. بابا حالا یه نفر دیوونه است، سر رو کلش رو بره، به تو چه؟ همین جماعت میرن هندوستان یه مش گاوفرس میبینن، میگن عقیدشون احترام بگذارید. بعد اینجا صبح و شب چرا شما میرید هیئت؟ چرا شما مشکی تنتون میکنید؟ چرا شما اربعین میرید؟ خیلی عجیب نیست؟ این چه اون تمایلات عقلانیت ساز؟ اینا خطرناکترین آدمای روی کره زمینن. خطرناکترین آدم کره زمین از نظر بنده. همین رفتارم حضرت زهرا سلام الله علیها با پیامبر میکرد. یعنی هر موقع پیامبر میومد میرفت دم در خم میشد، دست ایشون رو میبوسید، میآورد جای خودش میشد، خونه خودش. ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم. مثلا میگه پیامبر وارد خونه امیرالمومنین حضرت زهرا شد. میدونید کل زار زندگیشون چه بود دیگه؟ اولا جهیزه که دختر میده این ما ساختیم تو اسلام، خود مرد باید بده. بگید بعد این دریوریایی که من نمیدونم، خدا ببخشین کسایی که این دکون دستگاه رو درست کردن، خدا شاهده نمیدونم این چطور اینا زندگیشون میخواد پیش بره. بعد میگن چرا زندگیامون گره داره؟ بخواد یک چش پشت زندگیته، بخواد یک آه پشت زندگیته، بخواد یک حسرت پشت زندگیته. جایزه درست میکنن، کل عالم آدم رو دعوت میکنن بیا جایزه دختر من رو ببینید. خیلی بده. نمیدونم جز اون شرکایی که جنگیدن باش خیلی هم هزینه داره، سخته. یعنی مذهبی ترین ها هم همین کارا رو میکنن. یعنی چی؟ فردا میگن هیچی نه، درک چی میگن مردم؟ ما برای مردم داریم زندگی میکنیم. جمع میکنن ملت رو، جمع میکنن دونه دونه کاسه بشقاب. خیلی زشته ها، یکمی فکر کنید چقدر یعنی آدم چیپ باید فکر کنه. دونه دونه آ این قاشقه رو نگاه کنید، 6 تا از اینا داریم، ما این 12 تا این یکی داریم. شایعه چه کنیم آقا جان؟ شایعه اینقدر از این حرف هاست. به خدا یه روزی بخوام جلوی اینا بیستیم باید بت شکنی کنیم. به خدا باید بت شکنی. این حضرت ابراهیم باید تبر برداری روز به خونه ببینید خونه رو کرده حسینیه. همه عزتش کنده بچه که نداره، بعد اونجا نگاه میکنه حسرت میمونه. بعد اون حسرت میدونه چی کار میکنه؟ زندگی رو دیگه پشت این زندگی آهه، پشت این زندگی حسرته. میگه یه جور زندگی کن مردم حسرت زندگی تو نخورن، الا تو معنویات. تو معنویات نه، اما جوری مادی زندگی نکن مردم آه بزنن. جوری ماشین سوار نشن مردم پشت سرت آه بزنن. جوری نمیدونم لباس نپوش مردم آه بزنن. جوری خوراکی نخر مردم آه بزنن. یه نفر ببینه چشش اونجا باشه بیچارت کرد. ما چی کار داریم میکنیم؟ من نمیفهمم واقعا. میگه وقتی وارد خونه حضرت امیرالمومنین یه زرهی داشت فروخ، رفت باهاش یه پوست گوسفند خرید. این زیرانداز که تو روایت داره میگه که رو همون شب میخوابیدن، روز علوفه رو میریختن روی همون، میذاشتن جلوی شطوری که داشتن مثلا. اینطور این زندگیشون بوده. بعد کاسه های چند تا کاسه گلیه، کاسه سفالی، که کاسه سفالی گل درشت بود، یعنی سنگریزهای درشت توش داشت که وقتی به دست میگرفتی خراش میدادی، خورده دستو آب می‌خوردی ممکن بود لبو خراش بده. به پیامبر اومد خونه امیرالمومنین حضرت زهرا، شروع کرد گریه کردن. این گریه رو من و شما الان اینجا متوجه نمی‌شیم. تصور رو میره سمت چی؟ آخ دخترم ببین چه خونه ای. نه این نیست. اگر این بود وقتی امیرالمومنین رفت خدمت پیامبر رسید و گفتش که فاطمه خیلی کار خونه زیاد شد و اینجور چیزا، میشه یه خادمی برای مادر نظر بگیر، پیامبر چی فرمود؟ برو تسبیحات رو، تسبیحات حضرت زهرا رو یادش داد. بعد نماز 34 این ظرف میشوره مگه؟ 34 بگو الله اکبر، ظرفو شسته میشه. مش بس خونه تمیز بشه. نیست اینا نیست. نه اصلا داستان. یه میگه امیرالمومنین اومد تو خونه حضرت زهرا داره آسیاب، گندم آسیاب میکنه. این دستاس، این یه چوبی داره اون بالا دیگه. آس یعنی سنگ. آس سنگی که با دست بچرخه میشه دستاس. آسی که با آب بچرخه میشه آسیاب. بعد خب این چوبه، این دسته این چوبه حالا تو پوست میره ممکنه خون میاد
برای خیلی ها پیش میاد. اما میگه امیرالمومنین گریه کرد، بعد پیامبر اومد گریه کرد، بعد حضرت سلمان گریه کرد. و چرا گریه میکنه؟ میدونی چرا؟ چون میدونن کیه، چون میدونن چه کسی اومده تو این کال بود، چه نوری رو خدا آورده تو این کال بود، و او داره تمام کارها رو به نحو احسن انجام. یک روز امیرالمومنین وارد خونه میشه، اینا روایت همش، وارد خونه میشه، بعد حضرت گرسنه‌شه، بعد از زهرا میگه که یه غذای چیزی داریم بیاریم، میگه دیدم میلرزه، دست با شروع که لرزیدن. گفتم چی شده؟ گفت چیزی نداریم تو خونه. میگفتم خب به من میگفتی؟ گفت پدرم گفته من از شما نباید چیزی بخوام، پدرم گفته به من، من چیز از شما نباید بخوام، و هیچی از امیرالمومنین نخواست، هیچی از امیرالمومنینم نخواست، از پیامبرم نخواست. همین ماجرای کنیز، اینکه یه نفر بیاد کمک کنه، خادمه‌ای داشته باشن، هم حضرت زهرا نگفت آخر به پیامبر، امیرالمومنین خودش رفت. و زمانی که امیرالمومنین داره تعریف میکنه، پیامبر میگه، میگه حضرت زهرا ملافه کشید رو سرش از خجالت. هیچی. یعنی شما اون اوج به اینجا میشه عبد محض. عجیب اینو. ولقد كانت عليها سلام مفروض الطاعه على جميع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحوش والانبياء والملائكه. دیگه زی واضح تر، اطاعت از او سلام الله علیها، از زهرا، بر تمام آفریدگان خدا، از انس و جن و پرندگان و وحوش و پیامبران و فرشتگان واجب است. یعنی تمام انبیاء الهی باید حرفش گوش کنن. خب چه جایگاهیه؟ همین میشه من جلسه اول با شما عرض کردم که من نمیدونم راجع به کی، خودم نمیدونم راجع به کی دارم حرف میزنم. من وقتی روایت ها رو چک میکنم به یه جایی میرسم. یکی از چیزایی که من خیلی ناراحتم، خیلی شاکیم، حضرت زهرا اسوه زنان، این چه حرفیه؟ حضرت زهرا خلاصه کردن تو چی؟ دو تا کاسه بشقاب شستن و این اون مردایی هم که میخوان زن رو همینجوری ببینن. به من مخالف این نیستم، بله زن باید جهاد داره میکنه تو خونه. به شما بگم، اسلام داره میگه تو جهاد میکنی، یعنی معادل شمشیر زدن همین الان تو سوریه برات مینویسم، جنگیدن همین الان تو عراق برات مینویسم. پس خیلی سخته، قبول کنیم. حالا یه رو دیر و الا اسلام میگه براش کنیز بگیر. سه روز اولی که بچه به دنیا میاد واجبه بر مادر بچه رو شیر بده، سه روز اول که آغوزه در واقع شیره، بعدش تا دو سالی که توصیه میشه شیر بده میتونه شوهرش پول بگیره. اصلا بیاید از این فضاها بیرون. گفتن یادتون باشه زن چی بود تون جامعه دیگه، یه اومده چه احکامی آورده. بعد حضرت زهرا اسوه زنان ما، یعنی تلویزیون رو وا میکنه، حالت بهم خورد بالا بیاری از این، دیدید حس بهتون دست میده، یعنی اعصابت خورد میشه، میگه بابا یعنی شما اهل بیتو خلاصه میکنی تو یه حضرت زهرا، یه شب دم فاطمی برید بگرد دوباره از زهرا تو دو تا کارشناس دعوت بکنن، اونا هم بیان میگن حضرت زهرا اسوه ای بود، الگویی بود، زنان ما باید از ایشون شوهرداری رو یاد بگیرن. به امیرالمومنین اینطوری گفت فلان، خب بابا به مردمون هم بگو از امیرالمومنین زنداری یاد بگیرن. یعنی چی حضرت زهرا؟ بله این یک، ببین من منکر نیستم، یک بخش کوچیک از این سفره است تو میتونه برداری، رفته گیر داده به همین مؤمن. حضرت زهرا الگوی همه است، حتی ائمه. از بزرگتر بهت بگم، امام زمان عجل الله، جان همه ما به قربان ایشون باشه، روحنا فدا، ایشون میفرماد در دختر پیامبر برای من اسوه حسنه است، الگوی حسنه من. میفهمی امام معصوم بگه الگوی من یعنی چی؟ هیچ، من که نمیفهمم. شما چجوری میخوام بفهمیم ها؟ ما چطور میخوام بفهمیم؟ بعد الگوی زنان، الگوی زنان و مردان ماست. یا بیایم حضرت زینب و امام حسین رابطهشون رو خلاصه کنیم توی رابطه خواهر برادری. آی منو آتیش میده. جزینی بابا او امامشه. از سر اتفاق خواهر برادرم هستن. یعنی شما فهم کنه اگه خواهر برادر نبودن بچه هاشو نمیفرستاد برای امام حسین؟ چی میفهمیم پس ما از اهل بیت؟
بله این خواهر برادر رابطه عاطفی زیاد، مثلا در مورد علی بن نقش میگن امام رضا علاقش به امام جواد خیلی عجیب بود، تو چشم میومد، مثل پدر پسرا که آدم میبینه میگه این یکی بچه‌شو خیلی دوست داره، تو چشم میومد. بین امام حسین و حضرت زینب هم این هست که میگه از این بزرگواران خواب بود، در باز بود، آفتاب افتاده بود، یکی اومد وایستاد، صدایم به وجود نیومد که بیدار شه، وایستاد تا آفتاب بدنی بخور رو نیفته و بیدار نشه. بله از این رفتارا بوده، اما آنچه که باعث میشه از زینب یه همچین رفتاری کنش‌هایی ازش سر بزنه، کنش یک مأموم در مقابل امامه، کنش یک عبد در مقابل مرادشه، احساس بندگی میکردن در مقابل اهل بیت، اینجوری بوده. ما اینها رو قاطی میکنیم با هم دیگه. تا جایی که آلوسی وهابی برمیگره یه جمله میگه، میگه من اینو فهمیدم وقتی اینو میذارم کنار هم دیگه که او آقا پاره تن پیغمبره یعنی چی؟ جزی از وجود پیغمبره یعنی چی؟ میگه او قلب منه یعنی چی؟ اون روح منه یعنی چی؟ اینا رو کنار یک کلام، خذوا کل دینکم عن الزهرا، یعنی چی؟ آلوسه وهابی میگه برید همه دینتون از فاطمه بگیرید. تا اینجاش میاد بقیه‌اش هم نمیتونه بره، بعد بری بگی ببینی که امام این فاطمه کی بوده. دینم میخوام بگیرم برم اینم امام فاطمه زهرا کی بوده دیگه. این فهم است. ما یه روایتی داریم خیلی هدایت کنم، ما میگه ما بهش 6236 تا درجه داره، 6237 نیست فکر کنیم دیگه. نه کجا بوده 6236؟ آشنا نیست عدده؟ تو داده آیه قرآنه. میدین چی؟ یعنی میخواد بگی که به فهم هر آیه رسیدی، خوندیش، درکش کردی، عمیق شدی، به قولی خوندیش و بعد خوردیش، یعنی قشنگ به جانت بعد عمل کردی، تو اون درجه رو اخذ کردی. فلز اهل بیت میگن خود قرآنه. برام بعضی جا میگه امام حسین 6236 تا زخم برداشت، منظورش این قرآن زخم برداشت، خود قرآن. قرآن اگه بخوای امام آدم باشه میشه شبیه امام حسین، امام حسین بخوای کتابش کنی میشه چی؟ قرآن. میگه امام مصحف، امام صفحه صفحه شده قرآن، و قرآن میشه مصحف معین، صفحه‌هایی که عینیت پیدا کرده. مثلا چی؟ نگاه کن الان خیلی از ماها بعضی از آیات قرآن رو بله فهمیدیم، عمل هم میکنیم باریکالله، اما همش هست خدا وکیل میشه تا آخر عمرم سر یه غیبت میمونی، سر یه مسخره کردن میمونی، سر یه تهمت زدن میمونی، سر یه سری کارهایی که اینا که کاری که نباید بکنیه، کاری که باید بکنی چی؟ سر یه زکات دادن میمونیم، سر انفاق کردن. این همه آیه داره میگه نماز بخون، کنارش هم میگه چی؟ اقم الصلاة و آتوا الزکات، اقم الصلاة و آتوا الزکات، صلات انفاق، صلات زکات، اولیه رو انجام، دومی تعطیلی. فلاز کج و معوج محشور میشیم دیگه. مثلا 6218 به 54 تا سیرو 35 تا مثلا اینا، اونم 35 تا آیه خورد و خوراک رو رعایت کرده، کلو بشربو، فقط خورده و نوشیده. ما به اینو خوب درک کردیم خدایا، بعضی اینجوری فهمیدن. لکم ولی انعام کن، برای شما اون چهار پایانه که کنارتونه، خودش در حد چهار پا دیده طرف، مثلا خورده و آشامیده و زاد و ولد کرده و بعد کپ مرگش گذاشته مرده، هیچ یعنی اصلا بود و نبودش، فقط یه صفحه نونوایی یه نفر کم و زیاد کرده، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ، صفر، کلم یکون شیئا مذکورا، هیچ اتفاقی نیفتاده. که میگه این به این فهمه ما برسیم، خیلی عجیبه. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کن، نه این قلت بیار، نه که بشینی پیغمبر خدا رو نقدش کنی. فهم اینا مهمه، فهم. اما میگن حضرت سلمان دیدن خیلی شاد بود، خوشحال، عجیب غریب، گفتن چی شده؟ گفت یک حدیثی من شنیدم، حالا ظاهرا از حضرت زهرا هم شنیده بود، حدیثی از کی شنیده بود، چی فکر میکنه حدیث چی بود؟ اصلا گفت بهترین روز عمرم بود. سلمان پیرمرد، خیلی سنش از پیامبرم بیشتر بود، سفید سفید بود محاسن، گفتن چی؟ رفته بود دیده بود که پرسیده بود اون حدیثی که از ظاهرا از خود پیامبر میشنوه که پیامبر 12 امام بعد خودش معرفی میکنه.
اینقدر خوشحال من 12 تا امام اسمشو یاد گرفتم، فهمیدم کیان، دیگه حقیقت بر من روشن شد، یه هیچی نمیخوام از خدا. من بچه سوم چهارم ابتدایی اسما رو اماما رو یادش میدن اومد فهمه، ما اونو باید بگیریم. این همه 1200-300 سال حوزه های علمی اومده، این همه آیت الله، این همه مرجع، این همه مجتهد، این همه فقیه، این همه علمای علم کلام و فقه و اصول و تاریخ و تفسیر و چه و چه اومدن که فقط چیکار بکنن؟ این که دین در ما عینیت پیدا بکنه، آیه های قرآن رو بفهمیم، به عمل برسه. ما داریم، حالا خانما دقت کنیم، ببین یه مثال خوب براتون میزنم. میگن یه جایی هست بارون میباره، خب این سینیای بزرگ مجمعی میگن اینا رو میذاری، خب اون بغلم چند تا کوزه میذاری، کدوم ها زودتر زیر بارون پر میشن؟ مجمعی دهنه بون گشادی هستن، کلن دهنه مجمعی بنده خدا سری پر میشه، اما کوزه دیر پر میشه. اما اگه پر بشه چی میشه؟ اما مجمع میتونی ببری آب این ور اون ور؟ نه. اما کوزه میگه در مجموع مردها بیشتر به کمال میرسند، اما چه شود اگر زنی به کمال برسد؟ همین چی شد؟ در مجموع مردها بیشتر به کمال. ما همینجا راجع به عقلانیت صحبت کردیم، صحبت کردیم یادمه، گفتیم یه عقل مطبوع داریم، همون اول رومون طبع شده، چاپ شده، داریمش. بعد منتها این خیلی مهم نیست. چی مهمه؟ عقل مسموع. عقل مسموع یعنی شما وقتی به دنیا میای، اصلا دو بچه دوقلو همسان، تولید یه کارخونه، یه ننه بابا، یه قضا، یه تربیت، یکی بخشنده است یکی بخیله. بچه دو ساله هم میخوای شکلاتی ازش بگی، جیغدارم رو که بهت میبخش. این اینا عقل مطبوعشون با هم فرق داره. اما چی مهمه؟ عقل مسموع یعنی چی؟ یعنی حسود به دنیا میای، باید بتونی با خودت مقابله کنی. مثلا امام یاد میگه، امام خمینی چه حدیثی میگه برای مقابله با حسد چیکار کنی؟ میگه آدمی که بهش حسودی میکنی برو پیشش، بهش عرض ارادت کن عمدن، برای مقابله با نفست انجام بدید، قشنگ درمان میشی. اون دلیل این که اجازه نمیده خانم ها خیلی راحت به کمال برسن، این که مقابله با عقل مطبوعشون سخت انجام میشه، چون احساسی ترن. اما اگر غالب بشن، ببین من بالای 400 نفر تو الان تو مؤسسه ما شیعه شدن، یه چیز جالب به شما میگم، اکثر اینها خانم بودن. این در مجموع خانم ها هدایت پذیرترن. اینها به شما بگم چه میشه اگر زنی به کمال برسه؟ تمام مردها حیرون او میشن. در حضرت زهرا سلام الله علیها هم چه اتفاق افتاده؟ فلزا نگید الگو برای زنان الگو برای مردان هست. امام خمینی عبارت عجیبی داره در موردشون، میگه ایشون اصلا روحانیتشون خود آسمان اومده رو زمین، فقط در یک کلام اگر مرد بود خود پیغمبر بود، چون پیامبری ایجاب میکنه طرف مرد بشه. چرا؟ چون مردمش رجوع میکنن، سوال دارن، درسته؟ ایجاب میکنه که جسمن این فرد چی باشه؟ مرد باشه. یه بحث اختلافی مثلا یهودی ها مثلا میگن نه زنم پیغمبرم داریم، 7 زنم پیغمبر، برخی از اهل سنت هم گفته، اما شیعه نه، 924000 پیغمبر، امام هم باید مرد باشه به خاطر اینکه محل رجوع، مثلا الامام که مثلا الکعبه، مثلا امام مثلا کعبه است، مردمش رجوع، یه زن نمیشه رجوع که اینطور. خب میگه اگر مرد بود خود پیغمبر بود، جایگاه اون در واقع نشون میده. ما در روایات داریم میفهمد به واسطه حضرت زهرا و میانجیگری ایشان جهان روشن شد، بگن همه جا ظلمات بود. اصلا زهرا یعنی چی؟ یعنی نورانی. میدونید دیگه تمام یهود و دیگه عرفانش به اسم کابالا، این کابالا دنبال چیه؟ زهر، دنبال زهراست، دنبال زهراست. یعنی همه شون تو پیشگویی‌هاشون اومده بود، همشون دنبال یک کف دست، 5 5 5. الان هم خیلی مد شده میرن کربلا اینا میارن یه دستی، مونتا اینو با کف و لباس اشتباه نگه، کف و لباس دوتا یه این شکل عادیه، اینا این همسا دوتا شست داره، دقیقا این دوتا شست، این که دوتا شست داره این حسنین میشن دیگه، 5 تنه این همسا، یعنی 5 یعنی 5 تا که وعده داده شده بود میان.
و معیار شناخت اصلا یه اسم دیگه همسایه چیه؟ دهند فاطیما. اسم دیگه‌اش دست فاطمه است. که اینجا خلاصه شد دیگه، این 5 تا انگشت چند تا بند داره؟ 15 تا. نه دیگه 62 تا داره. 14 تا. 14 تا. حالا خیلی بحث استنادی نداره ها، سندی بحثی نداره، اما حالا تو مطالعاتی که ما تو حوزه یهود داریم روی داریم کار میکنیم، یه چیز جالبی هم رسیدم حالا انشالله متقن شده چیز در واقع همچین پختش پخشش میکنیم برای تو اینترنت کانالی جایی. اینجا نگاه کنه یه چیز عجیبی میگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، میگه از گام های شیطان پیروی نکنید، یعنی شیطان رو بیفته جلوتون شما قشنگ نگاه کنین پدرسوخته پاشو کجا میذارم صاف بذارم اونجا، و من یتبع خطوات الشیطان، هر کی این قدم های شیطان رو پیروی کنه، فانه یعمر بالفحشاء والمنکر، بدونید که اون امر به فحشا منکر تش تو سوق فحشا منکر میری. نقطه مقابل فحشا منکر چی بود؟ شما رفت فحشا منکر باز میداش ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. صلاة تو قرآن یعنی چی؟ نماز. الله اکبر. نه این که ظاهرشه، امیرالمومنین فرمود یعنی ما، امام صادق یعنی ما. برای همین آقا داعش هم نماز میخونن، راست میگه، این همه فحشا منکر انجام میدن. آیه قرآن استناد بکنیم، بحث قرآنی بخوام بکنم، بارها کردم میخوام سریع بگذرم. قرآن میفرمون استعینوا بالصبر والصلاة، میگه به صبر و صلات کمک بگیرید، استعانت بجویید. کدوم سخت تر، صبر سخت تر یا نماز؟ صبر. بابا الان 4 رکعت نماز بخون، الله اکبر، کجاش سخته؟ عزیز از دست میدی و صبر کنی. ها؟ معلومه صبر. نه شرمنده قرآن برعکسش. میفهم انها اون مؤنثه چی؟ کدوم مؤنث بود؟ صلات ته داشت. لکبیره خیلی بزرگه، خیلی الا علی الخاشعین، جز خاشع جماعت هم اینو قبولش نمیکنه. از اینجا میفهمیم پس این مراد از نمازی الله اکبره نیست. اینجا امیران ما این فرمود صبر پیامبر بود و صلات من، او را راحت پذیرفتن، به من که رسید کارشان سخت شد. میفرماد میدونید چیه؟ اگر شما اون خطوات شیاطین رو پیش رفتید، از ولایت اهل بیت باز میمونید. اون چیزی که نهی میکرد از فحشا و منکر. ببین ظاهر صلات، بله خود همین صلات عادی که ما نمازی که ما میخونیم از فحشا و منکر باز میداره، اون منکر نشدیم ما، اشتباه نکن. بتون مختلف، یعنی در آن اینکه این هست چیز دیگه هم هست. من تو میخوام بگم اصلا اصل اونه. اصل اون وزن اون خیلی بیشتره، نمره بیشتری میگیره. ولولا اگر نمی بود فضل الله علیکم، فضل خدا بر شما و رحمته، ما زکا منکم من احد ابدا، یک نفر از شما پاک نمی شدید. عجب، اگر فضل من خدا و چی؟ رحمتم نمی بود، یک نفر از شماها پاک نمی شدید. یعنی امکان نداشت، یعنی پاک هم نشه که جهنمی. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، اما خدا پاکتون میکنه. اینجا بحث یعنی چی؟ روایت میگه منظور از فضل علی است و رحمت فاطمه علیه السلام. میگه امکان نداره کسی تو این کره زمین پاک بشه، لایق بهشت بشه، الا بدون این دو دریایی که به هم میرسن. این ازدواج عادیه؟ میگه به واسطه این دو دریایی که به هم میرسن امام پدید میاد، نور تو هست. میدونید که یهودی هم دارن، میگن یک ازدواج مقدسی شکل میگیره و به واسطه آن برکت بر زمین ساری و جاری شده. هنوز که هنوز دنبال اون ازدواج دارن میگردن. آره دیگه، میگن شخینا، شخینا یا سکینه، آرامش با برکت مقدس ازدواج میکنن و برکت بر هستی نازل میشه. اصلا مثلث رو به بالا نماد مرد، مثلث رو به پایین نماد زنه، و اینها وقتی با هم ترکیب میشن میگه اون اصلا این اومدن نماد اسرائیلش کردن. اونا تو کتابشون داشتن، اونطور به سمت انحراف رفتن، رفتن سراغ جن پرستی و استفاده از شیاطین و به جای ملائکه هم جن رو گذاشتن وسط، شیاطین استفاده کردن. آیه قرآن 102 بقره رو بخونید که چه گندای بالا آوردن.
حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه سوره داریم 17 تا قسم میخوره خدا. هیچ جا نداریم انقدر قسم بخوره. خدا 17 بار قسم. و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. 17 تا 18 تا قسم میخوره که به کی رستگار شد؟ اونی که پاک شد. چجوری پاک میشی؟ باید بری سراغ فضل و رحمت خدا. بدون علی و فاطمه امکان پاکی بر هیچ کدومتون. چرا؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البلاء ويطهركم تطهیرا. این آیه رو نگاه کنید. میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله، میگه اون کسایی که اذیت میکنن خدا و چی؟ پیغمبرش. لعنهم الله فی الدنیا والاخره. یعنی دائما تو همین دنیا و تو آخرت در حال لعن شدنن. دیگه ببین ملعون بدتر ما نداریم. اگه یکی خدا بهش گفت ملعون بیچاره است دیگه. و اعد لهم عذابا مهینا. حالا بیاد اونور یه عذابی براش آماده کردیم عالی آنچنانی. ببینیم آخه خدا رو چیجی میشه اذیت کرد؟ ببین فکر کنیم یه خورده میگه که خدا رو اذیت کنی یعنی چی؟ مگه ما اصلا میتونیم آزاری به خدا برسونیم؟ اینجا یه چیزایی معلوم میشه. حالا پیغمبر گفتیم آره مثلا میریم شکم به گوسفند نعوذ بالله میزنیم رو سرش، خاکستر رو سرش خالی میکنیم، متلک بهش مینازیم، خدا رو چجوری میشه اذیتش کرد؟ اونجایی که شما فرمان خدا رو انجام ندی، اونجایی که امر الهی رو انجام ندی، اونجایی که موجب غضب الهی بشی این بلا سرت میاد. خب بریم ببینیم تو منابع برادران اهل سنت چی میگه. هیچ کدوم از شیعه استفاده نمیکنن. منابع برادران اهل سنت هم محکمترین و قویترین و مستندترین آنیم. یه صحیح بخاری جلد 3 باب فضائل از زهرا صفحه 1374 ببین چی میگه. میگه فاطمه بزعت منی، فاطمه پاره تن من است. فمن اغضبها اغضبنی، پس من یعنی چی؟ هر کس اذیتش کرد من اذیتم کرد. عجب. اونجا هم بود هر کسی پیغمبر اذیت کنه چی میشه؟ یوزن. میگه آتش جهنم رو برش درست کردم، لعنت دائم دنیا و آخرت باش. باز دوباره گوش کنید. ان الله یغضب لغضبک، خدا با غضب تو غضب میکنه. و یرضى لرضاک، و با رضایت تو رضایت پیدا میکنه. یعنی چی آخه؟ یعنی خدا مثلا استاندارداشو تغییر میده؟ یا فاطمه تو الان از این چیز خوشت نمیاد، باشه منم خوشم نمیاد. مگه میشه؟ شما درکی از خدا داریم چی؟ الا که یه معنی دیگه داره. یعنی این عین رضایت خداست. تکرار اون اصلا هیچ جز خدایی فکر نمیکنه. جز خدایی بودن عمل نمیکنه. با رضایت او راضی میشه، با رضایت با غضب او هم غضب میکنه. حالا صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1126 حدیث 2926 صحیح بخاری جلد 2 صفحه 386 مکتبه سلفیه چاپش طبع اونجا، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 کتاب فرض خمس باب 1 باب فرض خمس. ببین چی میگه. اولا بالایار بگم، میگه که فقط غضبت فاطمه، فاطمه غضب کرد بنت رسول الله. فحجرت ابوبکر، میگه فاطمه سلام الله علیها غضب کرد و قهر کرد در مقابل خلیفه اول. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، و هرگز این قهرش به آشتی تبدیل نشد تا وفاتش. خیلی عجیبه ها، بابت هر حدیثی بند خدا رفته یه غسل گرفته، یه وضو گرفته، دو رکعت نماز خونده، آینم بود، استخاره کرده که این حدیثو بیارم یا نیارم، و اگه درسته بیار دیگه. این در رفته، بله، رضایت خدا بر این بوده این بمونه. گرفتی چی شد؟ یعنی برای اهل حدیثی که همه چی رو نشستن درست چیدن، یه جا کار خراب شده. یعنی یا من باید از این ور دارم میگم غضب فاطمه غضب خداست، از اون ور آیه قرآن دارم کسی که خدا رو به غضب بیاره اذیت کنه ته جان، بعد از این ورم داریم که از زهرا است که غضب بر کی غضب کرده. در صحیح ترین کتاب ها چیکار میشه کرد آقا جان؟ اینجا رو بشه. انما فاطمه بزعت منی یودینی ما آزاها. این فرق داره با اون یکی. اون یکی چی بود؟ اون من بود، این ماه. من یعنی چی؟ هر کس. ما یعنی چی؟ هر آنچه. این تو صحیح مسلمه
جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202. این عجیبه، تو صحیح بخاری جلد 5 صفحه 26 و صحیح مسلم جلد 4 صفحه 193 اومد. قالت فإني أشهد الله و ملائکته، من خدا رو شاهد میگیرم و ملائکتشو، انکما شما دو نفر، از خطمانی و ما ارضیتمانی و ان لقیت النبی لاشکو انکما الی، خدا و ملائکش رو شاهد میگم شما دو نفر مرا به خشم آوردید و رضایت مرا جلب نکردید و اگر پیامبر رو ملاقات نمایم هر آینه و هر لحظه از شما دو تن شکایت خواهم کرد. چیکار کنیم؟ از یک طرف داریم که در صحیح منابع صحیح اهل سنت، دیگه وقت نیست اینو بخونم تون میگه که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت، مرگ جاهلیت می جهنم تعارف که ندیم که. من مات و لیس فی عنقه بیعه، کسی بمیره بیعتی بر گردنش بگید نباشه، به مرگ جاهلیت مات. من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، اینا همه تو منابع برادران اهل سنت. این اینجا داریم. خب از اون طرف هم باید حالا تعیین بکنی ببینی امام حضرت زهرا کی بوده. خب ببین چیکارش کنیم دیگه. خب اگه میگه امام علیه خب چرا شما سراغش نرفتید؟ یا هم بگید نه امام یک کسی دیگه بود، از این طرف هم قطعا داری که حضرت زهرا نه بیعت که هیچ، غضب کرد قهر کرد روشو برمیگردون هیچ کاری نداشت، گفت من پیغمبر رو ببینم شکایتتون رو کردم بی خیالم نمیشه. از این طرف یا باید بپذیریم حضرت زهرا زبونم لال جهنمیه، اونا امام بودن ها، از این که از اون طرف پس سیدت نساء اهل الجنه رو چیکار کنیم؟ همین دیروز خوندم اونم تو صحیح بخاری یه جا چه دوبهش میبینی پارادوکس ساخت حضرت زهرا، یعنی کسی ذره انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه، این انصاف نه یه چیز دیگه بگم عقل، بابا ما به خاطر یکی دیگه بریم جهنم؟ عجیب آدم باید باشه به خاطر افراد دیگه ای تعصب سر اونا ای بعد 1400 سال بره جهنم، که فکر کنید به این سطح تحلیل و تعصب، این خیلی عجیبه. حالا چیکار کنیم؟ ابن قتیبه دینوری ماجرا رو نقل میکنه، من عیناً فارسیشو براتون رو میخونم چون وقت گذشته. خب دیگه بقیهش با خودتون. از علمای بزرگ و مورد قبول برادران اهل سنت میگه در اواخر عمر فاطمه آن دو تن، حالا اسم بر میگه تونتون میگذرم، گفتن که بیاد نزد فاطمه برویم چرا که او را از خود غضبناک کرده ایم. گفتن بریم دلش رو به دست بریم، از اون طرف هم حکومت رو میخوان، هم غصب فدک کردن، هم حق علی ابن ابی طالب رو گرفتن، از این برم بریم رضایت رو به دست بریم، هم خدا رو میخوایم هم آره. پس با هم نزد ایشان رفتن. اینجا خیلی عجیبه، توی تاریخ داریم که بذار از رو بخونم، و از حضرت زهرا اذن ورود خواستن ولی با آنها اذن نداد. من را تو نمیدم خونم. پس نزد علی رفتن و با او صحبت کردن و شفاعت خواستن، گفتن تو راضیش کن که ما بیام عیادت. امیر المومنین به حضرت زهرا امامشه، بذارید بگم میفرماد، حضرت زهرام راضیه، میفرماد که این دو نفر میخوان، میگه که من که اونا به من پیغام رسوندن، حالا احتمالا از طریق همسران پیامبر از طریق کسی پیغام میرسوند، من گفتم. امیرالمومنین میفرماد که نظر من بر اینه بیان، الامر امرک، امر امر شما سوق. خیلی عجیبه، می اومدن. به محض ورود نزد حضرت زهرا، حضرت صورتش را از ایشان به سوی دیوار برگردان، پس آن دو به فاطمه سلام کردند، جواب ایشان را نداد. پس ابوبکر گفت ای حبیبه رسول خدا، قسم به خدا که بستگان رسول خدا نزد من از بستگان خودم محبوب ترند، و قسم به خدا که تو از عایشه در نزد من محبوب تری، و دوست داشتم آن روزی که پدرت از دنیا رفت من نیز میمردم و بعد از وی زنده نمیماندم. به من بگو که آیا ممکن است که من فضل و شرف تو را بدانم و تو را از حق و میراثت محروم کنم؟ آگاه باش از پدرت شنیدیم که گفت ما چیزی به ارث نمیگذاریم. اونا برای اینکه بتونن الان ماجراش رو بدونن، برای اینکه بتونن فدک رو بگیرن، اومدن شاهد درست کردن، گفتن. بعد از نظر تو خطبه فدکی جواب میده، میگه آیا پدر من به چیز امر میکنه برخلاف آیه قرآن؟ بعد گفتن نه. گفت پس این آیه ها چی؟ و از داوود به سلیمان ارث رسید و همینطور آیه ها رو، بابا شما با خود قرآن در افتادید. ردیف اینو موندن، مجبور شد قباله رو داد. گفت بی از اون طرف چشمک رو زد به اون یکی، گفت برو بگیرش جلوی نا داد،
اون یکم دوید از اون طرف اومد جلو کوچه اون ماجرا قبول رو پس که با امام حسن بودن اون ماجراست. و آن چه از ما باقی میماند صدقه است، اون چه از ما بمونه فقط صدقه است. حضرت زهرا فرمود آیا اگر حدیث از رسول خدا برایتان بخوانم آن را تصدیق کرده و بدان ملتزم خواهید شد؟ گفت حدیث براتون میخونم. گفتن بله. فرمود شما را به خدا قسم میدم آیا از پیامبر خدا نشنیدید که میفرمود رضایت فاطمه رضایت من است و ناراحتی او غضب او غضب من است؟ پس هر که فاطمه دخترم را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که او را شاد کند مرا شاد کرده و هر که او را بیازارد مرا آزرده است؟ گفتن بله این حدیث از پیامبر شنیدیم. حضرت زهرا چون اونجا تو مسجد جوابش ندید که جواب اون بحثشون نمیده، باز اونم دوباره تکرار میکنن. فرمود پس همانا من خدا ملائکش رو شاهد میرم که شما را مرا آزار دادید و از خود خوشنود نساختید و قسم میخورم که هرگاه نزد پیامبر برام از شما شکایت خواهم کرد. پس ابوبکر گفت من به خدا پناه میبرم از ناخوشنودی ایشان به شما، و شدیداً صدایش به گریه بلند شد گویا میخواست جان دهد. و در همان حال حضرت زهرا فرمود به خدا سوگند در هر نمازی که میخوانم شما را نفرین میکنم. خیلی عجیبه. امام سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 13. بعد میگه اینجا اون نفر دوم یه با پاش زد که پاشو بریم برای یه گریه زن نشستی اینجا خودتو مسخره کردی گریه را میندازی، پاشو بریم ببینم. او خیلی خوب خلقیاتش خلقات خشنی داشت. اینو باید فهمید. شما ببینید یه چیزی میخوام براتون نقل بکنم عرضم تمام. دو تا حدیث، دو تا روایت، دو تا ماجرا. اهل فنید میفهمید دیگه، اهل روزید ماجرا رو خودتون میگیرید. عجیبه. میگه که یک، امیرالمومنین 25 سال بعد از این روز به خلافت میرسه. 25 سال فی العین قضا و فی الحلق شجا. میگه خار توی چشمت باشه، دیدی مثلا یه براده آهنی یه چیزی میره توی چشمت، یه سنگ ریزه میره توی چشمت، چقدر اذیت موجد میره توی چشمت چقدر. نه خار بره تو چشم 25 سال دست بهش نزنی و یه پوست تخمه تو گلود میپره. نه میگه استخون باشه 25 سال تو گلود بمونه. و میگه و من صبر کردم چون مأمور به صبر بودم. خیلی عجیبه. بعد 25 سال به حکومت میرسه، 3 تا جنگ تحمیل میکنن بهش. دیدید دیگه تا به حکومت میرسه خود اینا بالا پایین، کلی بالا پایین حدیث که هر کسی در مقابل خلیفه وقت بیسته خروج کرده از دین. درست یا نه؟ چجوری با امام حسین کشتن؟ چی گفتن؟ جلو خلیفه وقت خروج کردی از دین. اینجا زن پیغمبر خروج کرده جلو خلیفه دین، ایرادی نداره. صحابه پیغمبر طلحه زبیر کی اینا وایستادن معاویه، اینا همه خروج کردن، اینجا ایرادی نداره. خیلی عجیبه. می‌بینی این پارادوکس رو؟ بعد امیرالمومنین عبارت عجیبی داره. این سپاه معاویه حمله میکنن تو استان ظاهرا الانبار، همین الان هم داعشی ها بودن بعد 1400 سال. منتها شیعه اون موقع با شیعه الان فرق داره دیگه. اون موقع اهل بیت کسی کاری نداشتن از ضربات بره پشت در. اینجا دیگه اون موقع گذشت. ما الان برای سنگ و چوبش جون میدیم، برای سنگ و چوب اونجا برای حرما، چه برسه خود این بزرگواران. بعد خلخال از پای پیرزن یهودی میکنن، میان غارت میکنن. این پیرزن یهودی هم داشته میدوید، این خلخال مثلا پاشون صدا میداد وقتی رفتن، این خلخال داره اونم یه زیورالات میکنن از پاش همینجوری پیرزن یهودی. امیرالمومنین میاد بالای منبر شروع میکنه داد و بیداد کردن که بی غیرتید نمردید تا الان تا حرفین. مردی از شنیدن خبر بمیره مرگ بر او رواست. پیرزن یهودی الانبار. میخوام سطح غیرت امیرالمومنین است. اما همین امیرالمومنین چه اتفاقی جلوی چشش میفته؟ و ذوالفقار در نیام نگه میداره و نگاه میکنه و هیچی نمیگه. اصلا یک وضعی، یک برخوردهایی با اهل بیت اینا کردن. یک جایی امیرالمومنین وارد میشه بر حضرت زهرا سلام الله علیها، سرشو بر دامن میگیره و گریه میکنه. حضرت زهرا یه گریه نکن، من نمیتونم به قولی مثلا گریه تو ببینم. یه چرا گریه میکن؟ میگه گریه میکنم برای تو بعد من، تازه من هستم. اینا مرا ببین مجبورن به خاطر فاطمه بیان یادتو، چه ها با تو خواهن کرد بعد من. من دارم اون روزو میبینم.
پیامبر فرمود سه مرتبه تو منو به اهل سنت است. امیرالمومنین نگه داشت، های های گری که دست گذاشت شونای امیرالمومنین، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید. امیرالمومنین عرضه داشت یا رسول الله چی شده؟ فرمود چه بغضها که تو سینه های اینا میبینم، فقط منتظرن من برم، بلاهای سرت خان. امیرالمومنین عرضه داشت فی سلامت من دینی، اونا رو ولش کن، دین علی تو سلامت اون موقع یا نه؟ و فی سلامت من دینک، دینت سلامت. لبخند زد ولش کن، صبر میکنم. یه همچین علی، یک همچین فاطمی، بیام الگو بگیریم. من نمیگم من خودم الان آدم کاملیم، نه، پناه بر خدا، از همه بدتر، اما سعیمونو بکنیم. زنا شوهرها بیان زندگی رو از اهل بیت یاد بگیرن، نیازارن با حرفاشون دل هم دیگر رو. حداقل برداشت گفتیم از زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا چیه؟ برداشت یک زندگی بچه مسلمان و بچه شیعه، این نباید باشه که همش مچگیری باشه از هم دیگه، دستگیری باید باشه. میدونیم مردمون از این حرف بدش میاد، بزنیم عمدن بگیم، اون لحظه خودمون رو محق میدونیم. اون موقع از حسن حسین ولایت علی اومدی بیرون ها، اون موقع داری میچرخی تو حیات خلوت شیطونا، اون موقع تو صراط مستقیم نیستی ها. مدارا کنیم، تحملمون رو ببریم بالا. این خیلی بد زیبنده یک جامعه شیعی نیست آمار طلاق اینجوری باشه. این یعنی دقیقاً الگوها رو فراموش کردن، الگوهاشون رو گذاشتن روی غرب. بسم الله، اونا نکته چه گلی سر خودشون گذاشتن، یه خانواده درست حساب اینجا شکل نمیگیره که تو باز بخوای شبیه او بشی. این خواهی کاش اصلا آدم میتونه سمسی میشه دو سه جلسه فقط این مدل گفتگوی امیرالمومنین از زهرا رو آدم حرف بزنه. یا سیدتی امیرالمومنین از زهرا، خدای عبارت رو عجیب غریب. بابا اینا رو ما گفتیم اهل بیت این لفظا رو همچنان الکی استفاده، ما مبالغه آمیز حرف میزنیم، اهل بیت اینطور نیستن، چون میدونن الفاظشون تو تاریخ نقل میشه، میشه سند برای زندگی مردم، چون معصومن. اینطور یه هیچی نخواست از امیرالمومنین، هیچی. من دیشب چی گفتم؟ گفتم وقتی داشت پیکر مطهر رو به قول تحویل پیامبر میداد، میگفت یا رسول من دلم از این میسوزه که این نه تنها از من هیچی نخواست، هیچی هم به من نگفت. اون روز آخری، اون روز آخری حضرت زهرا خود به تحرک افتاد. اینا خوشحال شدن بچه‌ها، گفتن حالش بهتر شده. بلند شد خودش لباسشو شست. حضرت نگو خودش لباسو میشوره که امیرالمومنین آثار خون رو نبینه. دوستان اینه. بعد حسنین رفتن مسجد با امیرالمومنین. رفتن مسجد، اسما اونجا بود یا فزه، حالا حضور ذهن ندارم. میگه حضرت زهرا کاراشو انجام داد و یک کافوری برداشت آورد و گفتش که این یک سومش مال خود پیامبر بوده، یک سومش برای من، یک سومش وصیت میکرد، یک سوم دیگه اش مال علیه، این یک سوم مال ما. گفت خانم چی کار داری میکنه؟ گفت کاری نداشته باشه. رو به قبله دراز کشید و یه پیرهنی انداخت روی صورتش و گفت چند دقیقه بعد منو صدا کن، اگه جواب دادم که هیچ، اگه جواب ندادم کار تمام. این یه بار دو بار صدا زد، دید جواب نمیده، گریه زاری، پیرهنو برداشت، صورت مطهر از زهرا رو میبوسید، گریه میکرد، میگفت سلام منو به پیامبر. تو این هیروبیر امام حسن و حسین برمیان تو خونه. بعد این پیرهن میذاره رو صورت، یه خورده آروم مثلا میخواد، میگن که ما مادرمون این ساعت نمیخوابید در طول روز، چی شده؟ ما خیلی صریح میگه که کار تمومه. امام حسن و حسین میدونن سمت مسجد که امیرالمومنین خبر کنن. وارد مسجد که میشن همینجور های های بلند بلند گریه میکنن. صحابه فکر میکنن منبر خالی پیامبر رو که میدیدن امام حسن مثلا گریه میکنن، چون یادش میفته که یک روزی رو این منبر رسول الله میشست، هر گناهکاری میخواست بره پیش رسول الله، امام حسن رو بغل میکرد، امام حسن رو بغل میکرد، میگفت به اینا منو ببخش، انقدر دوستش داشت، میگفت باشه بیا. همون وحشی که چیزو کشت، اسمش طرف وحشیه، کسی که حضرت حمزه رو به شهادت رسون، پیامبر میگفتش که باشه من نمیکشم، شما جلو چشم نباشه. رفت امام حسین گذاشت رو دوشش، اومد سمت پیامبر. این جمع شدن دورش، صاحب گفتن چی شده برای پیامبر گریه میکنی؟ گفتن تموم شد، یتیم شدی مادرم. اینو که امیرالمومنین تاریخ میگه که میگه به صورت خورد زمین امیرالمومنین علا وجهه،
همینطور با صورت خورد زمین حضرت امیرالمومنین. بلند شد دوید رفت سمت خونه. میگه اون تیکش من نگفت. وقتی امام حسن موسی میرسن میگه امام حسن خودشو اول میندازه روی پیکر مطهر زهرا، میگه کلمینی جوابمو بده مادر. انا ابنک، من پسرتم، چرا جوابمو نمیدی؟ انا ابنک الحسن، من حسنم، چرا جوابمو نمیدی؟ میگه امام حسین عقب‌تر وایستاد و بچه کوچیک‌تره. میگه او صورتش گذاشت رو پای کف پای حضرت زهرا، شروع کرد بوسیدن. گفتش که مادر من پسرت حسینم، جواب من کلمینی با من حرف بزن. امیرمون که میرسه حضرت زهرا رو اون پارچه رو بر میداره، سر مبارک روی زانو میگیره، گریه میکنه، میگه با من حرف بزن، با من حرف بزن. اینجا در تاریخ نقش میگه چشم حضرت زهرا باز شد، بسته شد، یه باز شد یه بعد چه بسا امیرمون اونجا جون میداد. خیلی عجب. چون این اصرار امیرمون بعدش امیرمون چه ها میکشه، سرتون رو درد آوردم. استفاده میکنیم از مدعای برادرمون، فرصتی بر ما مهیا میشه تو روزهای اهل بیت بنشینیم و استفاده کنیم. خود حقیر هم استفاده میکنم، تعجیل در فرج قطب عالم میکنم حضرت صاحب زمان منتقم آل الله سه صلوات نت بفهم.